خیلی از یک میگن در حال ذکر مشغول گناه هن. پول داره طلبکار بالا سرش میگه بده نمیده، ذکر میگه نماز. خدا میگه پاشو پول بده. حتی اگر تو نمازم طلبکار بیاد تو جیبت پول باشه واجبه، فورا دست کنی بهش بدی. اگه تو جیبت نیم بشکن نماز برو خونه مرده بیار، تو خونه نیم بانکه چک مرده، فورا باید خدا میگه برحق من مقدمه و تو میشه زیش میگه قرآن میخونی. 5 سالی میشد که داشت در حوزه علمیه تهران درس میخوند، اما شوق به دست آوردن معارف دینی اون رو با خودش به شهر قم برد، جایی که به مدت 12 سال تونست پیش اساتید بزرگی مثل امام خمینی و علامه طباطبایی شاگردی کنه. بعد از فراگیری علوم حوزوی و آشنایی با حکمت، اخلاق و عرفان میتونست در قم بمونه، چون موندن در حوزه علمیه و برپا کردن محفل درس و بحث علمی و طلب پروری برای هر مجتهدی راضی کننده است. اما آیت الله خوشوقت حس کرد وظیفش نموندن در قم بلکه برگشتن به تهرانه. حضور در تهران رو به تدریس در قم ترجیح داد، چون حس می کرد اگه به تهران بیاد و امام جماعت بشه و مستقیماً با مردم ارتباط داشته باشه به رسالت خودش بهتر عمل کرده. برای همین اومد تهران و امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شد. عالمی نبود که بخواد سوادش رو به رخ بقیه بکشه و از بالا به مردم نگاه کنه. از منظرشون پرسیدم آقا شنیدم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن رحمت الله علیه، ایشون فرمودن که محبوب ترین اولیاء خدا پیش خدا معمولی تریناشونن. اینو شما تایید میکنید؟ دفعه ایشون اشکش جاری شد رو صورتش. خیلی معمولی بود تا جواب. یعنی یک کسی اگه آگاه نبود از اون لایه‌های پنهان شخصیت ایشون باورش نمیشد. وقتی از گوشه و کنار تهران برای شرکت در مجالس دعوتش میکردن، دعوتشون رو رد نمیکرد. نمیگفت که بقیه باید بیان و تو مجلس من شرکت کنن. گاهی پیش میومد که برای حضور در برنامه‌ای حتی تا محلات دوردست هم میرفت. بعد از پیروزی انقلاب هم چهره اخلاقی و فرهنگی ایشون سبب شد تا طی حکمی از طرف امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان نماینده ویژه رهبری در ستاد عالی انقلاب فرهنگی عضو بشه. تلاشش برای هدایت و حل کردن مشکلات مردم شب و روز نمیشناخت. پسر آیت الله خوشوقت درباره پدر اینطور میگه: در همین اواخر عمر بسیاری از اوقات برخی مردم برای مشورت کردن یا رفع مشکلات خانوادگی بعد از نماز صبح یا حدود 11 شب نزد حاج آقا می اومدن. من دلم خیلی برای پدرم میسوخت. برای همین گاهی میگفتم آقا جون با این سن و وضعیت بیماری انقدر کار نکن. یکم هم به خودت استراحت بده. خدای نکرده ممکنه از پا در بیای. حاج آقا می گفت نمیتونم به مردم نبگم، چاره ای ندارم، استراحت باشه برای بعد از مردن. عزیز الله خوشوقت در سال 1391 برای سفر حج به مکه رفت و بعد از تموم شدن اعمال عبادی به خاطر اختلال در دستگاه تنفسش چندین روز در بیمارستان بستری شد. آخرش بعد از چند روز مداوا تلاش پزشکا نتیجه‌ای نداد و این عالم بزرگ دعوت خدا رو در کنار خونش اجابت کرد و از دنیا رفت.